با نام و یاد خدا سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیز من میسم حلاجی هستم و با آموزش سریع و آسان گوگل شید از مجموع آموزش های فرادرس در سر خدمت شما خواهم بود در دو این دوره آموزشی قصد داریم مطالبی که تو دو دوره مقدماتی و تکمیلی گفته شده رو خیلی سریع و به صورت خلاصه با هم مرور کنیم تا یک جنبندی داشته باشیم روی محیط این نرم افزار و ابزارهایی که در اختیار ما قرار میده و کارهایی که میتونیم با استفاده از این افزار انجام بدیم با توجه به اینکه این نرم افزار یک نرم افزار آنلاین هست برای استفاده ازش کافیه که من مرورگر وب رو باز کنم اینجا من از کروم استفاده میکنم بعد از اینکه مرورگر رو باز کردم بعد مطمئن بشم که مرورگر من به یک اکانت گوگل متصل هست اینجا اگر بزنم میبینم که مرورگرم به یک اکانت گوگلی متصل هستش و بعد از اون کافیه که وارد آدرس drive.google.com بشم تا بتونم به محیط گوگل درایو خودم دسترسی داشته باشم توی محیط گوگل درایو من هم میتونم از طریق این گزینه نیو های مختلف ایجاد بکنم خب اینجا ما با گزینه گوگل شیت کار داریم چون میخوایم که یک اسپریت شیت ایجاد بکنیم و تحت نرم افزار گوگل شیت اون رو اجرا بکنیم و اینجا هم میتونم فایلایی که از قبل ایجاد کردم یا فولدرایی که داشتم رو مشاهده بکنم خب من روی نیو میزنم و روی گزینه گوگل شیت برای من یک اسپریت شیت جدید ایجاد میکنه توی این اسپریت شیت من یک زبانه دارم به نام شیت یک که میتونم با زدن این گزینه اد شیت تعداد زبانه هامو بیشتر بکنم خب اینجا من اسم اسپریتشیتم رو اول تغییر بدم برای مثال اسمش رو میذاریم فرادرس و اسم این زبانه رو میتونم روش دوبار بزنم تا تغییر بدم برای مثال میذارم سیل و اینجا هم میذارم برای مثال استوریج خب هر کدوم از این زبانه ها برای خودشون تعدادی ستون و تعدادی سطر دارن ستون ها با حروف علف انگلیسی نامگذاری میشن ستون A، ستون B، ستون C و ستون D الاخر سطر ها با شماره نامگذاری میشن سطر اول، سطر دوم، اله آخر از برخورد این ستون ها و سطرها ها, ها تشکیل میشن که برای مثال اگر من اینجا کلیک بکنم این سلولی هست که از برخورد ستون B و سطر چهارم تشکیل شده و آدرس B4 رو داره من اگر روی این سلول بزنم اینجا هم آدرسش رو میتونم ببینم پس آدرس دهی سلول ها اینطور میشه که ابتدا نام ستون و بعد شماره سطر رو میذاریم کنار هم تا به آدرس سلول برسیم خب من میام توی سلول a زبانه استوریج از اسپریتشیت فرادرس یک عبارت رو وارد میکنم برای مثال می نویسم عبارت بای و بیه زبانه سیل بی سلول آیک برای مثال می نویسم سلام خب پس همطور که دیدیم هر کدوم از این زبانه ها مستقلن برای خودشون ستون ها و سطر ها و سلول های خاص خودشون رو دارن پس تا اینجا ما متوجه شدیم که یک اسپریتشیتی داریم به نام فرادرس اسپریت شیت ما از شیت ها یا زبانه های مختلف تشکیل شده اینجا من دو تا زبانه دارم و هر زبانه برای خودش ستون ها و سطر متفاوتی داره که از برخورد اینها سلول هایی به وجود میان و اگر بخوایم یک زمانی این سلول رو آدرس دهی کنیم میگیم سلول A1 از زبانه سیل برای این هم میگیم سلول آیک از زبانه استوریج و تمام این اسپریت که حاوی شیت هست که خودشون مستقلا دارای سطرها ستون‌ها سلولهایی هستن تمام این اسپریت شیت که اسمش گوش فرادر است داره تحت نرم افزار آنلاین گوگل شیت برای ما اجرا میشه از طریق مرورگر کرومی که من باز کردم خب توی کار با همین سلول‌ها سطرها و ستون‌ها اولین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که من اگه بیام بین مرز این دو تا ستون موسم رو قرار بدم علامت مثبت این شکل در میاد و باعث میشه که وقتی کلیک کنم و به سمت چپ و راست حرکت بدم میتونم عرض ستون رو, رو تغییر بدم پس به این راحتی من میتونم عرض هر ستون رو به که میخوام تغییر بدم برای سطرها هم همینطوره اگر بیام بین مرز دو تا سطر میتونم ارتفاع اونها رو به هر نسبتی که بخوام تغییر بدم و این باعث میشه که بتونم تنظیم بکنم جدولی که در آینده میخوایم با هم ایجاد بکنیم رو حالا روی یک ستون یا یک سطر اگر من کلیک راست بکنم برای مثال اینجا روی ستون دی ببینیم چه گزینه‌هایی داریم یه مرور با هم روی این کلیک راست داشته باشیم از طریق گزینه کات میتونم کل این سطر رو من کات بکنم و جای دیگه ای پیست بکنم یا میتونم از طریق این گزینه کلش رو کپی بکنم و جای دیگه ای پیست بکنم های خاصی از پیست کردن داریم که تو درس‌های آینده که راجع به ها، فرمول ها و چیزای دیگه صحبت کردیم برمیگردیم و این حالت خاص پیست رو هم بررسی می‌کنیم از طریق این دو تا گزینه من میتونم یک ستون جدید کنار ستون فعلی ایجاد بکنم برای مثال سمت چپ این ستون که سلکت شده یا سمت راستش این گزینه باعث میشه که ستون رو من بتونم حذف کنم گزینه بعدی باعث میشه که ستون من حذف نشه ولی اطلاعات درونش به طور کامل حذف بشه برای مثال اینجا من فرض کنید که چند تا اطلاعات دارم توی سلول ها و اگر روی ستون دی کلیک راست بکنم اگر اینجا من این گزینه رو انتخاب بکنم ستون دی برای من میمونه و فقط اطلاعات درونش حذف میشه ولی اگر روی دیلیت بزنم به طور کامل اون ستون برای من حذف میشه و ستون سمت راستیش میاد جاشو میگیره و ستونی که قبلا اسمش ای بوده میاد و از این بعد میشه ستون دی یعنی ستون دی دیگه به طور کامل حذف میشه خب گزینه بعدی باعث میشه که من بتونم ستونم رو مخفی بکنم نامرئی بکنم بعضی وقتا نیاز دارم به این کار و بعد میتونم از حالت مخفی بودن بیارمش بیرون برای مثال روی میزنم اینجا مخفی میشه ستون دی دیگه نیست بعد از سی رفته ای و یه حالت اینطوری برای من به وجود آورده که اگر روی اینها بزنم دوباره ستون دی برای من ظاهر میشه از گزینه ریسایز هم میتونیم استفاده کنیم برای تنظیم عرض ستون ها یا تنظیم ارتفاع در سطر ها گزینه سورت رو هم داریم برای مثال اگر اطلاعاتی تو این ستون من داشته باشم وقتی روی گزینه سورت میزنم اگر اطلاعات من به صورت اعداد باشه از کوچک به بزرگ و اگر به صورت متنی باشه به ترتیب حروف با سعی میکنه که سورت بکنه جدول من رو و اگر روی گزینه پایینی بزنم دقیقا برعکس این یعنی اگر اعداد هست از بزرگ به کوچک و اگر متنی هست برعکس حروف الف برای من سورت رو تنظیم میکنه و باقی گزینایی هم که اینجا داریم توی درس جلوتر بهش میپردازیم چون مربوط میشه به بحث ساخت لیستای کشویی اعتبار سنجی و یا تنظیم نمایش شرطی که تو درس های بعدی با هم هم گزینه هایی که توی نوار ابزارش هست رو مرور میکنیم و هم گزینههایی که اینجا توی کلیک راست هر ستون یا سطر با میده به تناسب همین چیزی که روی کلیک راست ستون ها با هم بررسی کردیم اگر من روی سطرها هم کلیک راست کنم با همون گزینه های مشابهی مواجه میشم که میتونم ازشون برای پیشبرد کارهام استفاده بکنم خب در ادامه درس قبلی میخوایم تو این درس با هم مروری داشته باشیم روی مواردی که تو نوار ابزار اینجا وجود داره که اکثرا برای تنظیم ظاهر نمایش زبانه ها و شیت های ماس و اطلاعاتی که درونش وجود داره من اینجا یک اسپریشیتو باز کردم اسمش گذاشتم شاپ و یک سری دیتا رو اطلاعات رو اینجا قرار دادم با فرض اینکه فرزن ما یک فروشگاه لوازم خانگی داریم و یک سری از فاکتورهای فروش رو فروشنده ما اینجا ثبت کرده میخوام ببینیم که چجوری میتونیم حالا با این اطلاعاتی که داریم با اینجا ذخیره شده از طریق گوگل شیت کار بکنیم و موارد رو ببریم جلو قدم اول ما اینه که ظاهر نمایش اینها رو تنظیم کنیم خب ببینیم چه گزینه هایی داریم اینجا از این قسمت به قبل رو میذاریم برای درس آینده از این گزینه به بعد رو که تو این جلسه با هم بررسی بکنیم گزینه اول برای گزینه تنظیم فونت برای اینکه من بتونم فونت رو تنظیم بکنم ابتدا قبلش نیاز هست که من مفهوم سلکت رو خوب درک بکنم وقتی که من یه گزینه ای که اینجا هست استفاده میکنم این گزینه روی سلولی اعمال میشه که سلکت شده باشه الان چه سلولی رو من سلکت کردم توی این شیت این سلول سلکت شده که دورش یه کادر آبی هست و من اگر اینجا گزینه رو تغییر بدم فقط روی این سلول اعمال میشه برای اینکه بتونه روی کل جدولم اعمال بشه یا حتی جوری تنظیم کنم که روی کل سلول های این شیت اعمال بشه که در آینده هم اگر چیزی وارد شد از این فونت از این تنظیماتی که من انجام میدم تبعیت بکنه نیاز هست قبل از اینکه من بخوام تنظیمی رو انجام بدم اون سلول ها رو سلکت کرده باشم خب چه حالا میتونیم سلکت بکنیم یه راه این هست که من سلول هایی رو که میخوام رو انتخاب بکنم برای مثال این چند تا سلول یا اگر سلول از ستونهای های مختلفی کنترل رو نگه بدارم و بعد هر سلولی که میخوام رو سلکت بکنم و بعد تنظیمات رو انجام بدم که روی این سلول ها اعمال بشه خب راه بعدی اینه که من بیام با استفاده از موس کل این جدولم رو انتخاب بکنم ولی اگه جدولم تعداد سطرها یا های خیلی زیادی داشته باشه چی خیلی سخت میشه این سلکت کردن من برای اینکه بتونم سلول های حاوی دیت هایی که یک جدولی رو تشکیل میدن رو خیلی راحت سلکت بکنم کافیه روی یکی از سلول های این جدول کلیک بکنم برای مثال اینجا و بعد کنترل A رو از روی کیبورد بزنم الان من کنترل A رو که بزنم به صورت خودکار این جدول انتخاب میشه خب بعد از این که کنترل A ای رو اینجا زدم اگر یه کنترل A دیگه بزنم چه اتفاقی میفته شروع میکنه کل زبانه من رو سلکت میکنه و تمام سلول ها سلکت میشن الان اگه من فونت رو تغییر بدم این تغییر فونت رو تمام سلول ها اعمال میشه و در آینده هم اگر توی این سلول های خالی اطلاعاتی وارد بشه از این تغییرات من تبعیت میکنه خب راه دیگه انتخاب تمام سلول ها اینه که خارج از جدول جا کلیک بکنم برای مثال اینجا و بعد کنترل A رو بزنم راه سومش هم این هست که روی چپتر از ستون و بالاتر از سطر یه گزینه خالی میبینم انگار یه باتن و یک دکمه اینجا وجود داره کافی روی این بزنم و این باز میشه که کل سلول های من سلکت بشه خب حالا که کل سلول ها رو سلکت کردم بریم که تنظیمات رو انجام بدیم تنظیم فونت تنظیمی که من دوست دارم روی کل سلول ها اتفاق بیفته پس روی این گزینه میزنم اینجا میتونم فونت هایی که اخیرا ازش استفاده کردم رو ببینم با فونت وزیر مصر یا نوتوسنس عربی یا تاهاما فونت هایی هستن که از فارسی پشتیبانی میکنن من خودم ترجیح هم استفاده از وزیر متن و نوتوسنس عربی که میتونم اینجا اسکرول کنم بیام پایین تر و یک سری فونت دیگه که به من پیشنهاد میده رو استفاده بکنم یا میتونم روی گزینه بزنم و اینجا با یه گزینه بیشتری رو مواجه بشم از انواع اسکریپت های فونت میتونم اینجا دسته بکنم اینکه از چه زبان های پشتیبانی بکنه این که مثلا شبیه دست خط باشه از چه خانواده ای باشه و یا اینکه تنظیم بکنم که محبوب ترین فونت ها یا فونت که در ترند میشن رو بتونم ببینم که توضیحات همه اینها رو ما دو دوره مقدماتی و تکمیلی گوگل شیت خدمت شما ارائه کردیم و اینجا بیشتر سعی داریم که فقط یک مرور سری و کلی روی این گزینه‌ها داشته باشیم خب حالا که سلکت کردم من همش رو میذارم رو حالت وزیر مس یک مقدار نمایش بهتری بگیره خب گزینه‌های بعدی رو با هم بررسی بکنیم گزینه بعدی برای تنظیم سایز فونت کافیه که من مثلا هدرم رو سلکت بکنم و سایزش رو یک مقداری بزرگتر بکنم گزینه بعدی برای بولد کردنه برای مثال میتونم سلول هایی که میخوام انتخاب کنم تا بولد بشن میتونم سلول هایی که میخوام رو انتخاب بکنم تا با استفاده از این گزینه برای مثال ایتالیک بشن و یک مقدار به سمت راست متمایل و کج بشن میتونم سلول هایی رو که میخوام رو انتخاب بکنم و با این گزینه باعث بشم که روشون یه خط بخوره میتونم سلول هایی که میخوام رو انتخاب بکنم و رنگ نوشته ای توشون رو تغییر بدم از طریق این گزینه خب اینجا سری رنگ استاندارد دارم رنگ کاستوم رو میتونم اینجا اضافه بکنم و یه پالت رنگی هم اینجا دارم میتونم انتخاب بکنم برای مثال من این رنگ رو میذارم برای شماره فاکتور هام و از طریق گزینه بعدی میتونم بکگراند سلول هام رو تغییر بدم برای مثال دوباره هدر جدول رو انتخاب میکنم و اینجا بکگراند رو میذارم روی حالت سبز حالا که جدول ما یه هدر داره شاید بگیم که خب اگر ما اسکرول بکنیم به سمت پایین و تعداد اطلاعات خیلی زیادی داشته باشیم و مجبور باشیم که خیلی اسکرول بکنیم میبینیم که دیگه هدر جدولمون از بین میره برای اینکه این سطر اول همیشه فریز بمونه و وقتی من اسکرول میکنم به سمت پایین این هدر از بین نره کافیه که بیام از روی قسمت ویو قسمت فریز و تعداد سطری که میخوام رو انتخاب بکنم خب تعداد سطر اینجا فقط یک و دو رو میبینم اگر 5 تا بخوام چطور میشه کافی روی 5 بزنم ابتدا بعد بیام به این قسمت و اینجاست که حالا گزینه 5 رو هم می‌بینم برای فریز کردن تعدادی ستون هم از همین گزینه استفاده کنیم. راه ساده ترش اینه که من بیام بین مرز این ستون ها و جایی که این سطر یک شروع میشه اینجا اگر بیام میتونم ببینم که موسم شبیه کف دست میشه کلیک میکنم و میارم پایین تر این باعث میشه که سطر یک من فریز بشه پس راه ساده ترش اینه الان من هرچی اسکرول بکنم به سمت پایین میبینید که سطر یک من اسکرول نمیخوره و همیشه ثابت میمونه خب در ادامه مرور کنیم با هم گزینه‌ای که توی نوار ابزار هست از این گزینه شروع کردیم و تا اینجا پیش اومدیم گزینه بعدی برای کادر بندی و بردر گذاشتن اطراف سلول ها هست برای مثال من میتونم کل جدول رو انتخاب بکنم روی این گزینه بزنم و انواع کادر بندی رو براش بذارم برای مثال میگم همه سلول ها کادر بندی داشته باشن و حالتشون هم به صورت دو خطی باشه که اینا رو به صورت کامل مفصلا ما توی آموزش مقدماتی و تکمیل گوگل شیت با هم بررسی کردیم گزینه بعدی برای مرج کردن چند تا سلول هست برای مثال میتونم این دو تا سلول رو انتخاب بکنم روی این گزینه بزنم تا مرج بشن و یا بعد از اینکه مرج شدن از گزینه آمرج استفاده کنن حالت مرج افقی و مرج عمودی رو هم داریم که قبلا با هم بررسیشون کردیم مرج افقی و مرج عمودی رو هم داریم که میتونیم ازشون استفاده بکنیم اگر روی این سه نقطه بزنم میتونم تنظیمات بیشتری رو منوی نوار ابزارم ببینم میخوایم با هم بررسیشون کنیم خب این گزینه برای ترازبندی هست که یک سلول عبارتی که توش وجود داره چپچین باشه وسطچین باشه یا راستچین باشه دقت بکنیم که این مفهوم چپ...